السلام علیکم دانشجویان و تماشابینان عزیز. درس نوبتی ما اصلا تامین و گاز و گرمی و وینتیلیتیا کورس عمومی برای اختصاصهای ساختمانی آموزگار درس پرنده خوجایف پرویز سید غفرانویچ. لکسه ششم معلومات عمومی درباره گرمی دهی. تصنیف سیستم های گرمی دهی. انتقال دهندگان گرمی. عنصر اساسی سیستم های گرمی دهی. لکسه مذکور از روی ادبیات های تفسیر شده تشکیل کرده شده است و شما ها می توانید از این ادبیات ها استفاده برده سویه دانش خود را بلند بردارید. در موضوع نوبتی توصیف همه جزها و پرینسیپ کاری نمودهای موجوده سیستم های گرمیدهی بناها آورده شده است. تصنیف سیستم های گرمیدهی و اصول های حساب کردن رژیم گرمیدهی بناها از روی شرایط قبول شده براحتی آورده شدند. همه عنصرهای سیستم گرمیدهی توصیف کرده شدند. آغاز از انتخاب نمود و نوع مؤثر، گذراندن حساب گیدرولیکی و تا تنظیم و نگاهداری سیستم های گرمیدهی متمرکز و محلی. در باب علاهیده معلومات درباره سیستم های گرمیدهی انشاءات کشاورزی موجود است. سیستم های گرمیدهی مجموع عنصرهایی است که برای قبول، انتقال و انتقال مقدار ضروری گرمی با اتاقهای گرم پیش بینی شده است. تصنیف سیستم های گرمیدهی از روی یک قطار علامت ها صورت می گیرد. از روی موقع نسبی عنصرهای اساسی سیستم های گرمیدهی، از روی نمود خنک‌کنی که گرمی را توسط دستگاه های گرمیدهی به بنا انتقال می دهد. با راه گردش خنک‌کنی، از روی پارامترهای خنک‌کنی، اساساً انتقال دهنده گرمی دهی برای سیستم گرمی دهی می تواند همه گونه وسیله باشد که دارای قابلیت خوبی جمع کردن انرژی گرمی و تغییر دادن خاصیت های گرمی دهی مبیلی ارزان بعد نمودن شرایط سانیتری در بناها بوده امکان می دهد تنظیم گرما از جمله به طور خودکار اجرا گردد. علاوه بر این گرمی برنده باید در اجرای طلبات و سیستم گرمی دهی سهم خود را گذارد. هر یک لکس پیشنهاد گشته ما دارای سوال های نظارتی می باشد. سوال های نظارتی و استفاده ادبیات های تفسیر شده برای بلند برداشتن سویه دانشی شما می باشد. سیستم گرمی دهی را می توان از روی صفت هایش تصنیف کرد، اما بهتر است که از منبع گرمی یا دقیق ترش از نمود سوزشواری استفاده شونده آغاز نمود. چنانه که ما در سخیمه دیده ایستاده ایم، سیستم گرمیدهی از سه عنصر اساسی عبارت هست که هر یک عنصر کاری خود را اجرا میکند. بیاید ما درباره این سخیمه مشخص یک معلوماتی را برای شما میرسانیم. یکم، از روی محل جایگیرشوی گنراتور گرمی نسبت به بنای گرم شونده، یعنی که جایی که برای ما استحصال میگردد گرمی، یعنی که مرکزی و محلی شده میتواند. از روی نمود گرمی بر، یعنی که گرمی را ما با واسطه چی گرفته میتوانیم؟ یکم، با واسطه آبی گرم، با واسطه بوق، با واسطه هوا، یا اینکه در عموم در حالت استفاده بردن یک چند نمود همین گرمی بر، یعنی بوقی آبی، بوقی هوایی استفاده بردن، این نمود سیستم ها را سیستم های آمیخته مینامند. و از روی طرز گردش گرمی بر، از روی طرز گردش گرمی بر، یعنی که با روی گردش طبیعی و با روی گردش سنئی. و ما حتما در درس های آینده و در روش درس ها در باره هر یک عنصر گفته می گذاریم. چنانه که ما گفته بودیم سیستم گرمی دهی را می توان از روی صفت هایش تصنیف کرد، اما بهتر است که از منبع گرمی یا دقیق ترش از نمود سوزشواری استفاده شونده آن آغاز نماییم. اینک سیستم گرمی دهی وابسته از نمود انرژی دهنده می تواند چنین باشد. با گاز، گاز منبع انرژی نسبتاً ارزان می باشد، یعنی گاز طبیعی. با اساس گاز می تواند عملا تمام نمودهای گرمی دهی از سرخانه در پیچ سر کرده تا کانوکتورهای گازی و گرم کننده های انفراسوخی را به کار برد. کمبودی اساسی گاز در آن است که آن نه همه وقت دسترس است. دقیق ترش نه همه وقت امکانیت گذراندن گاز با مبلغ مناسب وجود دارد. نقصان دیگر گرمی دهی با گاز در آن است که طرح آن باید
با خدمات گاز موافقه کرده شود. عمود دیگر سوزشواری انتقال دهنده گرمی این برق می باشد. برق نیز امکانیت می دهد که واریانت ها و طرح سرشماری گرمیدهی عملی شوند. نمود گرمیدهی با برق از گازی با ساده بودن و صرفه مبلغ کمتر فرق می کند. مثلا نصب فرش گرمی آبی و برقی را مقایسه کنید. جنبه منفی گرمیدهی برقی نرخ نیروی برق می باشد. برای خانه های بیرون از شهری عامل اساسی محدودیت استفاده برق معمولا 10-15 کیلووات را در بر می گیرد. سوزشواری نوبتی ما این سوزشواری سخت می باشد، یعنی چوب انگیشت. در محل هایی که گاز طبیعی وجود ندارد و از نگاه تامین نیروی برق مشکلات وجود داشته باشد، نمودی گرمیدهی با سوزشواری سخت بسیار مناسب خواهد بود. تجهیزات موثر برای اوتوماتیک‌کنانی و تنظیم کنی روند گرمی کنی را خیلی آسان می کند. کمبودی عمومی سوزشواری سخت و مایع همچنان گاز مایع در آن است که چنین سوزشواری باید آورده شده نگاهداری گردد و از مقایسه گاز طبیعی نرخ این انرژی دهنده ها نسبتاً بلند می باشد. سوزشواری نوبتی ما این سوزشواری مایع می باشد. با سوزشواری مایع دیزلی، سلیارکا نوهای سبوکی مازود. باز یک نمودی گرمیدهی مختار افتنامی می باشد. تجهیزات معاصر که با سوزشواری مایع کار می کند داره کویفسنت بلند عملی مفید می باشد و سیستم افتوماتیکا اداره کنی را ساده کرده مصرف سوزشواری را کم می نماید. اما سرخانه با سوزشواری مایع دستگاه های مرکب و گران بوده مبلغ زیاد طلب می کنند. با چنین کمبودی ها همچنین نرخ بلند سوزشواری مایع و ضروریت حمل و نقل و نگهداری آن می باشد. آمیخته سیستم هایی که در آن برای گرم کنی بناها نمودهای گوناگون سوزشواری استفاده برده می شوند. مثلا سیستم رادیاتور آبی با دیگ گازی را می توان با فرش گرمی برقی یا گرم کنک های انفراسرخ تکمیل داد. البته همه چیز از شرایط مشخص وابسته با میکرو اقلیم و سیر خیالات استفاده برندگان وابسته است. با این سیستم همچون سیستم های با دیگ آمیخته بسیار سوزشواری داخل می شود. چون این دیک ها می توانند با 2-3 و 4 نمود سوزشواری کار کنند. معلوم است که چون این دیک منتظمی و مختار بودن سیستم ها را بلند می بردارد. همچنان معلوم است که ارزش چون این اگریگت ها بلندتر است. الترناتیوی در این سیستم انرژی زمین یا انرژی آفتاب استفاده برده می شود. این نمودی گرمی دهی تقریبا مختار بوده از نگاه اکولوژی و صرفه‌جویی خیلی مناسب است. کمبودی اساسی چنین سیستم مرکبی و ارزش بلند طراحی و نصب آن می باشد. اکنون درباره گرمیدهی کنوکتیوی و شعاعی کمتر معلومات می دهیم. اکثریت دستگاه های گرمیدهی یعنی رادیاترها، کنوکترها، فرش و دیوارهای گرم سیستم کنوکتیو شعاعی می باشند. اما تناسب کنوکسیه و افکنشا در همه آنها گوناگون می باشد. هنگام انتخاب طرز گرمیدهی مهم است در نظر گرفته شود که از همه مناسب و براحت تخمیناً تناسب برابری 50/50 گرمی کنوکتی و شعاعی شمریده شود. گرمیدهی کنوکتیوی با آن تمام نمودهای گرمیدهی که در آنها انرژی گرمی با توفیل جایوزکنی هوای گرم و خنک داده می شود داخل می شود. موج هوای گرمی به بالا مایل می کند و هوای خنک به پایان می فروید و کمبودی اساسی گرمیدهی کنوکتیوی نیز در همین است. پس تو بلند شدن زیاد حرارت در حجره یعنی حرارت بلند هوا در زیر سقف و حرارت پست در فرش باقی می ماند. گرمیدهی انفراسرخ شعاعی نمود گرمیدهی می باشد که در آن گرمی به واسطه افکنشا داده می شود. یعنی یک نوع آفتابک حجره دستگاه گرمیدهی را به واسطه در بالایی یا زیر محلی گرشمانده جایگیر می کنند. گرم کنک انفراسرخی نمود از همه شعاعناکی گرمیدهی می باشد. نقصان اساسی آن در آن است که در حالت حساب نادرست یا اینکه نصب نادرست و برابرداری نادرست یا استفاده طولانی
میتواند از حد زیاد گرم شوی اشیا و بدن آدم روی دهد. این بود مختصر درباره سوزشواری ها و نمودهای گرمی دهی. در سلاید نوبتی معلومات عمومی درباره سیستم گرمی دهی، طلبات نسبت به سیستم گرمی دهی، گرمی برهای سیستم گرمی دهی را دیده می برویم. رسمی که در سلاید تصویر کرده شده است، این مجموعه عنصرهای تعیین شده برای دریافت، بردن و انتقال گرمی به بناهای گرم شونده را نشان می دهد. یعنی سیستم گرمی دهی عبارت هست از سه قسم اساسی: یکم جنراتور گرمی، دوم انتقال دهنده گرمی، سوم اسباب های گرمی دهی. یعنی ما گفته می توانیم که سیستم گرمی دهی آبی یعنی از سه قسم اساسی، یعنی سه قسم جدا نشونده عبارت می باشد. اکنون بیاید ما معلومات مشخصی را برای سه قسم اساسی سیستم گرمی دهی دیده برویم. قسم یکم، یعنی جنراتور گرمی برای دریافت گرمی و انتقال آن به گرمی برها خدمت میکند. جنراتور گرمی میتوان اینها باشند: دهکخانه، در نیروگاه های گرمی برقی یا بخاری. دویم قسم اساسی یعنی گرمی گذران ها، یعنی گرمی برها. گرمی برها برای انتقال گرمی از جنراتور گرمی به اسباب های گرمی دهی خدمت میکنند. گرمی برها سیستم گرمی دهی با شاه قبرها، قبر پایه ها و قبر کشیده شده تقسیم می شوند. یعنی مقصد اساسی گرمی حاصل شده را از دستگاه های گرمی حاصل کنی آورده رسانیدن به اسباب های گرمی دهی. قسم سیوم اساسی سیستم گرمی دهی این اسباب های گرمی دهی می باشند. اسباب های گرمی دهی برای انتقال گرمی از گرمی بر به هوای بنای گرم شونده خدمت می کند. یعنی گرمی که انتقال می دهد به خود اسباب گرمی دهی به فضای خانه موافق معیارهای جای داشته انتقال می دهد. طلبات های اساسی نسبت به سیستم گرمی دهی اینها می باشند: سانیتری گیگینی، اقتصادی، ساختمانی، نصب کنی، استفادوی، استتیکی. تمام طلبات های نامبر شده مهم هستند و هنگام انتخاب و طراحی سیستم گرمی دهی آنها باید به نظر گرفته شوند. با وجود این از همه مهم طلبات سانیتری گیگینی می باشد. گرمی برهای سیستم گرمی دهی. گرمی بر برای سیستم گرمی دهی می تواند هر گونه فضایی باشد که تواند انرژی گرمی را جمع نماید، خاصیت گرمی تکنیکی را تغییر دهد، محرک ارزان باشد، شرط های بهداشتی را در بنا ویران نسازد و امکانیت دهد که گرمی دهی تنظیم شود. در سیستم گرمی دهی با طور وسیع تر آب، بغی آب و هوا را استفاده می برند که با تمام طلبات نامبر شده جوابگو هستند. خصوصیت گرمی برها: آب دارای ظرفیت بلند گرمی وزیچی زیاد می باشد، فشرده نمی شود و هنگام گرم کنی وسیع می شود. بو زیچی کم و حرارت بلند دارد. هوا زیچی کم دارای ظرفیت گرمی متحرک می باشد. سیستم گرمی دهی از روی دو صفت تصنیف کرده می شود، یعنی از روی منبع گرمی، مرکزی و جایی. حالا ما نسبت به سیستم مرکزی دیده می برویم. سیستم گرمی دهی نامیده می شود که برای گرمی دهی یک چند بنا از یک نقطه گرمی دهی در بیرون از بنای گرم شونده جایگیر است تعیین شده است. در چنین سیستم گرمی بیرون از حدود بنا تولید می شود و با کمک گرمی برها و با واسطه گرمی گذران ها با بنا انتقال داده می شوند. این گفته های بالا را ما در رسم دیده می توانیم. یعنی یک تیتس، یک منبع گرمی تامین کرده ایستاده است یک چند بنا و انشاد را، یعنی با واسطه گرمی بر گرمی را از تیتس به خود بناها آورده رسانیده ایستاده است. یعنی سیستم گرمی دهی متمرکز شده می تواند سیستم گرمی دهی آبی، سیستم گرمی دهی بوغی و سیستم گرمی دهی با هوا. حالا نسبت به سیستم گرمی دهی آبی، بوغی، هوایی برتری و کمبودی آنها را به سهم شما می رسانم. در سلاید مذکور نسبت به سیستم گرمی دهی آبی
برتری و کمبودی های آنها نشان داده شده است. در سلاید نوبتی تصنیفات سیستم گرمیدی بوغی یعنی برتری و کمبودی آن نشان داده شده است. در این سلاید باشد سیستم گرمیدی هوایی یعنی برتری و کمبودی های آنها هم جای داده شده است. چنانه که ما در بالا گفته گذاشتیم از جهت استحصال گرمی یعنی منبع گرمی دو نمود می شود، مرکزی و محلی. حالا ما در این سلاید گرمیدهی محلی را دیده می برویم. یعنی گرمیدهی محلی چنین سیستم نامیده می شود که در آن تمام سه عنصر کنستروکتیوی، گنراتور، گرمگزران ها، اسباب های گرمیدهی، یعنی سیستم گرمیدهی در یک اسباب نصب شده به واسطه در بینای گرم شونده متحد شده اند. مثلا سیستم گرمیدهی محلی بخاری گرم کنی می باشد که در آن گنراتور گرمی آتشدان، گرمگزران گشت گازی، اسباب های گرمیدهی، دیوارهای بخاری می باشند. با گرمیدهی محلی با دستگاه های گازی و برقی و اگریگات های هوایی گرمیدهی داخل می شوند. چنانی که ما در بالا گفته گذاشتیم از روی طرز گردش گرمی بر، حالا ما با گردش گرمی طبیعی و گردش سونی را دیده می برایم. یعنی یکم، از روی گردش گرمی بر، سیستم با گردش طبیعی که در آن گردش گرمی بر از حساب گوناگونی زیچی گرمی بر سرد و گرم عملی می شود. یعنی از روی حساب فشار و زیچی خود آبی گرم در خود سیستم گردش آن با طور طبیعی با وجود می بیاید. چون که ما دیده شدیم در حالت 70 گرادوس بودن، یعنی زیچی آن برابر است با 977 کیلوگرم تقسیم متر کوب و در حالت 95 گرادوس بودن برابر بود است با 961 کیلوگرم متر کوب. یعنی از حساب تغییریابی گوناگونی حرارت ها در سیستم گردش طبیعی با وجود می آید. از روی گردش گرمی بر دیگر باشد، یعنی سیستم از گردش سونی که در آن گردش گرمی بر با کمک آبکش ها یعنی فشار افزاها گردش عملی می شود. گرمی متمرکز سیستم بوغی گرمی دهی از حساب فشار بوغ گردش سونی دارد، یعنی در حساب بوغ گردش سونی آبکشدار وجود ندارد. از روی نمود گرمی بر، گرمی متمرکز با نمودهای زیرین جدا می شوند. آبی برای منزل های استقامتی، مکتب ها، خانه های علاهیده، شفاخانه ها و غیره. بوغی برای منزل های استقامتی، مکتب، خانه های علاهیده، شفاخانه ها، حوض های شناوری، تالار ها. هوایی برای انشاءات های ورزشی، حوض های شناوری، تالار ها. چون این سیستم ها استفاده برده می شوند. دانشجویان و تماشابینان محترم، با همین درس نوبتی ما به اتمام رسید. اگر سوال های باشند حتما با پشت الکترونی یا با کامنتری با ما نویسید، ما با سوال های شما حتما جواب می گردانیم. سربلند و موفق باشید تماشابینان و دانشجویان عزیز.